دوستانی که علاقه من به یادگیری سیستم سوخت‌رسانی انژکتور موتورسیکلت هستن، یک دوره آموزشی کامل انژکتور که شامل 230 دقیقه آموزش در قالب 11 قسمت هست تهیه شده. توی این دوره معرفی و ایبیابی تمامی سنسورها و عملگرهای سیستم سوخت‌رسانی موتور به وسیله مولتی‌مد و دستگاه دیاد آموزش داده شده و اگر میخواید انژکتور موتورسیکلت رو به طور کامل یاد بگیرید، پیشنهاد میکنم حتما یک سر به وبسایت ananas1.com بزنید و میتونید اونجا دوره آموزشی رو تهیه و خریداری بکنید. و عزیزانی که این دوره رو خریداری میکنن، اگر در آینده ویدیویی به این مجموعه اضافه بشه، آپدیت اون برای خریداران به صورت رایگان و اتوماتیک ارسال میشه. هواگیری کمک با تسمه فلزی و گیره. درود دوستان و همراهان عزیز کانال یوتیوبی آناناس، امیدوارم هر کجا هستید حالتون خوب باشه. تو این ویدیوی آموزشی قصد دارم هواگیری کمک رو به وسیله تسمه فلزی و گیره آموزش بدم. قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو، خوشحال میشم که کانال رو مشترک بشید یا همون سابسکرایبش بکنید، اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا به محض اینکه ویدیوی جدید ساختم مطلع بشید و بتونید داخل کانال بیاید و ویدیو رو ببینید. اگه از ویدیو هم خوشتون اومد حتما اونو لایکش بکنید. دوستان اگر دقت کرده باشید، من قبل از شروع هر ویدیو یه نوشته میزنم و از شما درخواست همکاری و کمک دارم برای ساخت ویدیوهای بیشتر و متنوعتر، ساخت ویدیوهای آموزشی تعمیرات موتورسیکلت. اگر میخواید که موتورهای متنوعتری رو آموزششون رو یاد بگیرید و ویدیوها بیشتر بشه و متنوعتر، نیاز به کمک‌های مالی شما دارم. خیلی از یوتیوبرها از این روش استفاده میکنن، به اون میگن دونیشن یا دونیت کردن. خیلی طبیعی هستش، چیز عجیب و غریبی نیست، درخواست عجیب و غریبی نیست. من به تنهایی نمیتونم تمام تجهیزات و موتورسیکلت‌ها رو تهیه بکنم، نیاز به همکاری شما دارم. یکی میگفت آقا این کارت گداییه که شما حساب میذاری و درخواست پول میکنی، کار خوبی نیست. عزیز دل من، گدا اون کسیه که میره سر چهارراه دستشو دراز میکنه به طرف مقابل و ازش درخواست پول میکنه و بدون اینکه هیچ خدمتی به طرف بده فقط میخواد پول یارو رو بگیره. به این گدایی نمیگن. من دارم برای تک تک این ویدیوها کلی زحمت میکشم، انرژی میذارم، وقت میذارم. حالا اگر شما بخواید این هزینه مالیشو بدید و وقت و انرژی و توانشو بذارم، یه چیز خیلی طبیعیه. پس همه اعضای فعال کانال به صورت ماهانه و مستمر بین 10,000 تومان تا 100,000 تومان به کانال کمک بکنن. حقیقتش با یک نفر، دو نفر، سه نفر، 10 نفر، 100 نفر این مشکل حل نمیشه. نیاز به حداقل 2,000 تا 3,000 نفر داره که مشارکت مستمر و دائم و فعال داشته باشن. خب از سخن رو کوتاه میکنم، بریم سراغ شروع ویدیو. دو تیکه تسمه متصل کردم به کمک، یه طرف تسمه رو وصل کردم به پیچ سر کمک و برایش یه دونه شاخک درست کردم این قسمت. یه تسمه دیگه این قسمتش رو متصل کردم به پیچ گلگیر، یکی از پیچ‌های گلگیر، و باز برایش یه دونه شاخک درست کردم. حالا این کمک رو می‌بندیم به گیره. شاخک‌های اون تسمه فلزی رو انداختم لای گیره. حالا گیره رو صفر می‌کنم که کمک جمع بشه. داره جمع میشه. هواگیری کمک همینجوری که قبلا گفتم روش‌های مختلفی داشت. یکی از این روش‌ها این هستش که ما بیایم بعد از جمع کردن کمک، حالا یا با دست یا با گیره که من الان این کار دارم انجام میدم، و یا با پرس بیایم کمک رو جمعش بکنیم. کمک جمع شد، این پیچ زیر کمک رو به وسیله آچار مورد نظر، آچار آلن یا ستاره ای شلش بکنیم. پیچ رو هم شل میکنید تا ته بازش نمیکنید، پیچ فقط شل بشه که هوا و روغن بزنه بیرون. حالا ممکنه که
فقط هوا بزنه بیرون. حالا که هوا زد بیرون، پیش رو سفتش میکنیم. بعدش گیره رو شل میکنیم، پیش رو حتما سفتش بکنیم. این هم یکی دیگه از روش‌های هواگیری کمک. همینجوری که گفتم روش‌های مختلفی وجود داره، میتونید از این روش هم استفاده بکنید. خوبیش این هستش که شما چون کمک رو به گیره می‌بندید توسط این تسمه‌ها، قشنگ کمک رو مهارش می‌کنید و چون کمک کاملا فشرده شده و جمع شده، هرچی هوا هست از پیچ ته کمک بیرون میاد. دوستان به پایان این ویدیو رسیدیم، امیدوارم از ویدیوهایی که می‌سازم لذت ببرید و نهایت استفاده رو ببرید و بتونید با این آموزش ها از پس سرویس و تعمیرات موتور خودتون بر بیاید. ممنون از وقتی که گذاشتید و منو تماشا کردید. هر کجا هستید سالم موفق باشید. تا ویدیوی جدیدی، خدا نگهدار.